آقا ما بالاخره توی ایفای امسال یه چیزی پیدا کردیم که بگیم آها این چیزی به درد بخوره، چون همه چی فقط هی هوش مصنوعی فلان بیسار. بیا چی زدن؟ یه عینک زدن که به همین سادگی کار کسانی که کم شنوایی دارن رو راه میندازه، چون سمعک داره توش. آفرین، همینه. حالا عینک هوشمند بزن، این رو دیسپلی بزن، برای من متن بیاره. یه چیزی باید تولید بکنی که قشنگ یه قشری از جامعه رو جوابگو باشه، و این الان دقیقاً همونه. خیلی ها هستن که درجه در واقع ضعف شنواییشون خیلی شدید نیست، و این عینک بهشون کمک میکنه که مجبور نباشن که برن به سمت استفاده از سمعک. چون من خیلی ها رو خودم دیدم، مخصوصا توی افرادی که یکم توی میان سالی هستن، که دوست ندارن سمعک استفاده بکنن، ولی از طرفی هم گوششون یه مقداری کم شنوایی پیدا کرده. این یک عینکه براشون که میتونن شیشه‌ش هم عوض کنن، شیشه طبی بندازن و در عین حال صدا رو میگیره و تو گوششون با میکرو اسپیکرهاش پخش میکنه. اطرافیان هم نمیشنون. روی خودش هم اسپیکر داره هم میکروفون داره، و جالبیش اینه که تا فاصله 2 متری قشنگ صدا رو میگیره، و من سرمو که به هر سمت میچرخونم صداهای اون تیکه رو برای من تمرکز میکنه، یعنی توی جهت‌های مختلف صداها رو مختلف میگیره. ساخت کمپانی اسیلور لوکسوتیکا، همون کمپانی که برند ریبن رو تولید میکنه، و البته همکاری قبلی ریبن و متا رو هم همین کمپانی داشته، براشون تولید کرده محصولاتشو. الان هم این رو خودشون زدن، اسمش هست نوانس آودیو. خیلی کاربردیه، فقط قیمتش یکم زیاده، 1100 دلار قیمتشه، که قراره از سال دیگه توی آمریکا عرضه بشه. این رنگ دومشه، رنگ زرشکیش، توی 2 رنگ و توی در واقع 2 فریم تولید شده فعلا، و احتمالاً حالا رنگ‌های بعدیش هم میاد. هولوهوش 3 ساعت طول میکشه که روی این دستگاهی که میبینین شارژ بشه، و وقتی که شارژ بشه حدود 8 ساعت ممتد میتونه در نقش یک سمعک برای شخص کاربرد داشته باشه. با گوشی شما فقط میتونین قابلیت‌های مربوط به شنواییش رو تنظیم بکنین، یعنی اصلا اینطوری نیستش که بخواد موزیک توش پخش بشه و اینجور کارا. از اینجور چیزا اگر کسی میخواد بره سراغ اونجور عینک‌ها. این عینک یه عینک طبیه، یه عینک پزشکیه که بهتون کمک میکنه که واقعا بتونین بهتر بشنوین، وگرنه عینک متا هست، میتونین باهاش موزیک گوش بدین، میتونین باهاش مکالمه داشته باشین، ولی این نه. این صرفا یه چیزیه که برای کسانی که گوشهاشون یه مقدار ضعیف هست کاربرد داره. گفتم قیمتش بالاست، 1100 دلاره، ولی برای کسی که قراره به عنوان سمعک کاربرد داشته باشه، خب یه وسیله کار رو اندازیه که روزمره طرف میتونه کلی از زمانها به جای سمعک ازش استفاده بکنه، و واقعا یکی از اون چیزاییه که من بابت دیدنش خیلی 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 خوشحال شدم. سالها بود که همواره برای خودم سوال بود که خب شما که توانایی تولید عینکی دارین که بخواد موزیک پخش کنه، خب چرا قرار نیست که این عینکه به کسانی که مشکل شنوایی دارن کمک کنن؟ حالا بالاخره اومده با یک فریم خیلی ظریف، با یک فریمی که کاملا شبیه به عینکای معمولیه، با اینکه یک عینک معمولی نیست، و این یعنی استفاده از تکنولوژی در جهت بهبود زندگی آدم، نه اینکه اینجاها دوربین بذاری بعد مجبور شی بغلش چراغ بذاری که بقیه نفهمه داری ازشون فیلم میگیری. یک وسیله به درد بخور.